در کنفرانس امنیتی مونیخ، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نسبت به بهره‌وری از تکنولوژی مخابراتی شرکت چینی هواوی هشدار داد و گفت شرکت هواوی ریسکی برای امنیت ملی کشورهاست. از سوی دیگر وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه هواوی را به دزدی اسرار صنعت تکنولوژی مخابراتی و دست داشتن در سرکوب معترضان ایرانی توسط حکومت آن کشور متهم کرد. همکارم گیتا آریان در این باره گزارش میده. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید چین میخواهد سلطه دیجیتالی خود را از طریق شرکت هواوی صادر کند. کشورها نباید ساختار مخابراتی خود را به خاطر مصالح مالی در اختیار چین بگذارند. چنین امتیاز دادن اشتباهی فقط شی جین پینگ را در تضعیف ارزش‌های دموکراتیک، حقوق بشری، استقلال اقتصادی و امنیت ملی ما جسورتر می‌کند. خانم پلوسی میگوید از طریق تکنولوژی هواوی دولت چین دست به تهاجمی مخفیانه میزند و باید یک راه حل بین المللی برای آن یافت. به نظر من خیلی خطرناک است که تمام توان 5G را چینی کنیم و باید خیلی با دقت پیش برویم. بیایید راه حل را بین المللی کنیم. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا در سفر ماه ژانویه خود به لندن توضیح مختصر از ارتباط هواوی با دولت چین داد. نه تنها دولت چین به شرکت‌ها حکم می‌کند که چه کار بکنند و چه نکنند، بلکه سرمایه مالی زیادی هم در این بین در کار است. مسئولین ارشد این شرکت‌ها وابسته به حزب کمونیست چین هستند. آیا این ارتباط‌ها آشنا به نظر می‌رسد؟ دادستانی فدرال بروکلین در نیویورک در دادخواستی که روز پنجشنبه منتشر کرد، اتهام جدیدی به هواوی وارد کرد. نصب تجهیزات برای شناسایی و دستگیری معترضین ضد دولتی در تهران در سال 1388. در متن این دادخواست همچنین آمده است که هواوی با تأسیس شرکت‌های سوری در ایران امکان فروش کالا، فناوری و خدمات آمریکایی به ایران و دور زدن تحریم‌ها را نیز فراهم کرده است. منگ وانجو از مدیران ارشد شرکت هواوی و دختر بنیانگذار این شرکت پیشتر به ارائه اطلاعات نادرست درباره روابط تجاری این غول فناوری چینی با ایران متهم شده است. وی آذر 1397 در ونکوور کانادا به درخواست آمریکا بازداشت شد. گیتا آریان، صدای آمریکا.